همزمان با شروع عملیات هوایی عربستان سعودی و متحدانش به یمن، جمهوری اسلامی ایران این اقدام را تجاوز به یمن عنوان کرد و خواستار توقف عملیات نظامی علیه یمن شده است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. مقام‌های تهران حمله نظامی عربستان به یمن را محکوم کردند، از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که درگیر مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 است. حمله عربستان به یمن را تجاوز دانسته و خواستار توقف آن شده. اعتقاد داریم که اقدامات نظامی، مخصوصا اقدامات نظامی از خارج از یمن علیه تمامیت ارضی و علیه مردم یمن هیچ نتیجه‌ای جز خونریزی و کشتار مردم به بار نخواهد آورد. عربستان و متحدانش مدعی هستند هدف عملیات نظامی علیه یمن بازگرداندن قدرت به منصور هادی رئیس جمهوری یمن است که از سوی گروه حوثی‌ها از قدرت خلع شده است. در ماه‌های اخیر بارها از نقش ایران در یمن گفته شده، اما مدرک مشخصی از حمایت نظامی وجود ندارد. عربستان سعودی به طور مشخص میگوید ایران حامی حوثی هاست و تاکید دارد اجازه نمیدهد ایران بذر منازعات فرقه ای را در منطقه بکارد. بخشی از انتقاد عربستان به حمایت های آیت الله خامنه ای از شیعیان یمن اشاره دارد. این تفکر که تفکر بسیجی است، این صادر شده. این صادر شد. بارها گفتیم مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، رفته صادر شده. الان در کشورهای گوناگونی شما ملاحظه کردین این تفکر در لبنان داره فعالیت میکنه، در عراق داره فعالیت میکنه، در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور. آقای خامنه ای با این حال نقش ایران در یمن را تکذیب میکنند. اون وقت میگن ایران داره دخالت میکنه. چه دخالت؟ کدوم دخالت؟ در بحرین، در لیبی، در یمن ایران چه دخالتی کرده؟ بله، دخالت هم اینه که ما نظرمون صریح گفتیم. هرچند ایران نقش خود را در یمن تکذیب می‌کند، اما در 2 سال اخیر بارها کشتی‌های حامل سلاح ایران برای حوثی‌ها شناسایی شده. همین بهمن ماه سال گذشته منصور هادی هشدار داد که ایران ارسال سلاح برای شورشیان را متوقف کند. کشتی‌های ایران از مدت‌ها پیش به بهانه مبارزه با دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن در جنوب یمن حضور دارند. چند خط پروازی هم بین ایران و یمن برقرار شده که مسئولان ایرانی تأکید دارند خطوط مسافربری نیستند. ایران می‌گوید این کمک‌ها انسان دوستان است. تیم‌های پزشکی ایران به یمن رفتند و وزارت بهداشت ایران 24 تن دارو به یمن فرستاده. تا کنون حدود 50 خانواده مجروحان یمنی به ایران منتقل شدند. غیر منطقیه او غیر عادله. عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها به تازگی گفته بود آیت الله خامنه ای فقط رهبر ایران نیست، او ولی امر همه مسلمین جهان است. و یا حوثی ها میگویند رابطه عبدالملک الحوثی با رهبر ایران مشابه ارتباط او با حسن نصرالله است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.